برای بررسی همین خبر پگاه بنی هاشمی حقوقدان از لس آنجلس همراه ما هستن. خانم بنی هاشمی، تعدادی از مقام‌های دولتی مدعی شده بودند که گشت ارشاد و برخورد با زنان دیگه متوقف شده، اما از گوش و کنار خبرهای منتشر میشه در رابطه با اینکه به شکل دیگه‌ای دارن با زنانی که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنن برخورد می‌کنن. این جریمه نقدی اصلا چقدر قانونی هست؟ درود به شما و تمام بینندگانتون. ببینید، مسئله حجاب در واقع یکی دیگر دسته از اون مسائلی هستش که در ایران به جای اینکه مسئله رو حل بکنن در واقع تلاش دارن میکنن که صورت مسئله رو پاک کنن. ما موارد اینچنینی در قانون باز هم داریم. نمونه خیلی بارزش میتونیم به مسئله ماهواره ها و استفاده از اون در واقع اشاره بکنیم. ما در قانون مجازات اسلامی ایران به روشنی مسئله بدحجابی رو یا در واقع نداشتن حجاب رو به منحصر کرده به یک جریمه نقدی، یک حبس کوتاه مدت که در واقع اون مسئله ایه که به صورت قانونی فعلا در ایران وجود داره. اما مسئله این که از راه‌های دیگه‌ای مثل فرستادن پیامک به رانندگان که شما اشاره کردید، یا مسائل دیگه‌ای که باز از گوشه و کنار در اخبار ما میشنویم که نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها و بانک‌ها باید از سرویس دادن به زنان بعد حجاب جلوگیری بکنن و اگه جلوگیری نکنن ممکنه که با پلوم اماکن اونها مثلا روبرو بشه، مسائل این چنینی میتونیم بگیم مسائل کاملا غیر قانونی، به دلیل اینکه اگر حجاب قانونه و اگر در قانون مجازات اسلامی اومده، پس بنابراین باید رویه رسیدگی به این مسئله هم در خود دادگاه و در سیستم قوه قضاییه صورت بگیره. به این ترتیب ما میدونیم که باید انتظار یه روند دادرسی داشته باشیم که برای یه نفر پرونده باز بشه، در دادگاه بدوی به اون رسیدگی بشه و شخص در واقع متهم امکان تجدید نظرخواهی از اون رو داشته باشه. و اما این که پیامک به این شکل بره، اصلا نه تنها روند قضایی و در واقع روند صحیح رسیدگی به این مسئله نیست که، بلکه من میتونم بگم که در واقع اگر این قانون هست و اگر به این سمت باید به این طریق میخوان به مسئله حجاب رسیدگی بکنن، پس بنابراین اون قانون در قانون مجازات رو باید کلا حذف بکنن. یعنی اینکه این در واقع این دو تا با هم دیگه برای متناقض حتی میتونه باشه. در رابطه با همین نداشتن حجاب در اتومبیل‌ها، برخی از وکلا هم اعلام کردن که این اقدام حکومت اصلا سرک کشیدن در حریم خصوصی افراد و اتومبیل حریم خصوصی فرد محسوب میشه. نظر شما در این رابطه چیه؟ ببینید، خب قطعاً که اینطور هست، منتها به هر حال مسئله این هستش که اینها مسئله حجاب رو به عنوان یک پاشنه آشیل همیشه بهش نگاه کردن که دیگه در واقع حتی قوانین خودشون رو هم به اندازه کافی نمیدونن، یا اینکه همونجوری که اشاره کردم در واقع قانون مجازات اسلامی اصلا در این مورد الان به نظر میرسه که ناکافیه، برای اینکه اگر اینطور نبود باید در واقع ما شاهد مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد نمی بودیم، باید خیلی از فاجعه ها رو در واقع نمی داشتیم. ولی الان در واقع این به ما اینطور القا میشه به شهروندان که مسئله حجاب یا مسئله خط قرمز و حریم خصوصی قانون همه چیز میتونه به خاطر اون تحت تاثیر قرار بگیره. غیر از مسئله حریم خصوصی به اصطلاح داخل ماشین که صحیح میتونه باشه و در واقع این که بخوان افراد پلیس یا چیز دیگه‌ای بخوان نوع پوشش رو افراد رو در داخل ماشین خودشون تعیین بکنن میتونه مطلب غیر قانونی باشه. همونجوری که اشاره کردم خیلی از اماکن در واقع اومدن پلمب شدن به خاطر اینکه افرادی که در واقع به زعم اونها بی‌حجاب بودن داخل شدن. این همه اینها به گونه ای یک عمل غیر قانونی در واقع محسوب میشه، به خاطر اینکه چه کسی در واقع به داوری و رسیدگی به این موضوع این استحقاق رو داره که در این مورد بخواد تصمیم بگیره. برای اینکه همونطور که توضیح دادم اگر کسی بخواد محکوم بشه باید از طریق دادگاه و روند عدالت رسیدگی قضایی باشه. متشکرم از توضیحاتتون. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از لس آنجلس همراهمون بودید.